برای اینکه این مردم رو به هم نزدیک کنه. و اصلا باور نکردنیه که این یمنی که اینقدر توی ادبیات فارسی هستش، توی متون ما هستش، در تاریخ مشترک با هم دیگه داریم، توی امپراتوری ها با هم دیگه نزدیک بودن، حالا در تحت سلطه امام نبوده ولی به شکلی ما با هم دیگه داد و ستد داشتیم و با اون دو تا عرصه تمدنی با هم دیگه احترام متقابل داشتیم و چی میشه که از هم دیگه دور میافتیم و این در واقع استعمار چگونه ما رو از هم دیگه تجزیه میکنه و جدا میکنه به بهانه های مختلف که حالا اون 4 امام داره، ما 12 امام داریم و غیره، این هم مزید میشه و حالا چگونه چیزی مثل فلسطین داره همه این اجزای مختلف رو به هم دیگه نزدیک میکنه، از به شکلی اخوانی هایی که در داخل تونل های غزه، همین الان که من و شما با هم حرف میزنیم شاید با آخرین بخش های مثلا باتری هاشون دارن مصرف میکنن و به شکلی ممکنه که عملیات بعدی رو نیم ساعت دیگه بخون انجام بده علیه تانک اسرائیلی و غیره، تا به شکلی شیعیان لبنان، تا در عراق کسانی که بالاشون میذارن بابا نمی جنگیدن در اون 8 سال ولی بالاخره کشورشون درگیر جنگ بود، تا اینجا شما میایین و وارد یمنی میشید که ما گمشون کرده بودیم. واقعا اقوام و خیشانی هستن که ما سالها ازشون خبر نداشتیم و یه جوری ارتباطمون از دست دادیم و چگونه به اسم فلسطین تمام این اجزا احیا میشن و به قول انگلیسی فرا خوانده میشن و همشون دفعه با این صدایی که میاد همشون میان و دور هم جمع میشن و متوجه میشن که چقدر اشتراکاتشون زیاده. حالا ما امشب میگم بحث ما بحث تاریخی نیست، بحث اینه که چی میشه که یمن به اینجا میاد، چی میشه چنین هزینه ای میده و بحث اینه که چه نقشی در آینده محور مقاومت خواهد داشت. حالا از این نظر مهمه برای کسایی که نمیشناسن بگید زیدیه چیه و از اصول اولیه بدی و مهمترین اصولش چیه که زیدیه رو تشکیل میده، فرقش حالا با شیعه 12 امامی چیه؟ جناب زید بن علی فرزند حضرت امام سجاد علیه السلام هستن که در سال 125 قمری در کوفه قیام میکنن. خب ایشون به لحاظ اعتقادی بنیانگذار مذهب و مکتبی هستند که فاصله با مکتب و مذهب امامیه یا اسم اشعریه داره. اونها معتقدند برعکس ما که میگیم امام باید با نص و با اعلام امام قبلی و با نصی که از طرف پیامبر آمده منسوب میشود و شناخته میشود، اونها میگن که نه، امام میتواند هر فاطمی نسبی باشد، فاطمی نسب باشد، اولا عالم باشد و قیام کند بر علیه ظلم، کسی این سه مشخصه را داشته باشد باید ازش اطاعت کرد. شاید یکی از مهمترین تفاوتهاش با شیعه امامیه بحث حرمت تقیه هست، اونها تقیه رو حرام میدانن و اجازه نمیدن، هیچ کس حق تقیه کردن نداره و باید در برابر ظلم همه موظف هستن که قیام کنن و فریاد بکشن. حالا الان اگه اینجا شما بالاخره براتون مشکلی برای چیز میشه نه، ولی حالا من به شکل شیعی که در این 40 سال در ایران شکل گرفته در واقع اسلام سیاسی برآمده از آیت الله خمینی کاری ندارم، ولی از تشیع تاریخی ما بس خیلی انقلابی ترن. بله به لحاظ مبانی بله، در دو سده یعنی در 200 سال اول خودشون، هم حالا بیشتر کمتر 100 سال اول تا تأسیس حکومت هاشون در 250 هجری قمری باز بسیار رفتار انقلابی دارن. بعد از اون در حکومت خب چون با مرام اعتزالی در جهان اسلام بسیار تلفیق میشن در هم و به دلیل اینکه حکومت اصلا جای مصلحت اندیشی و عقل گرایی هست، خیلی جدی به سمت روکرت های عقل گرایانه میرن و خب دیگه حکومت میکنن. مهم اینه که اینا در یمن 1000 سال حکومت، سابقه حکومت دارن و این خیلی اتفاق مهم. پس این هم نکته دوم شد. پس ما دو چیز داریم از اینها میبینیم، برای اینکه خب برای خیلی از ماها که آشنا نبودیم این بود که آقا چی میشه که عکسایی که ما میبینیم از یمن یک سری افراد پابرهنه هستن که بدون ابزار زیادی کلاشینکوف دستشونه و بعد اومدن خب مقابل ثروتمندترین ارتش غیر اروپایی، در واقع میشه گفت به جز چین احتمالا و روسیه، جز چهارمین ارتش ثروتمند جهان عربستان سعودی ایستادن، با سالی 80 میلیارد دلار گاهی وقتا خرید کرده عربستان زمانی که ترامپ رفت، بودن 400 میلیارد خرید کرد که بیشترش تسلیحاتی بود. ولی ما دو چیز الان میبینیم اینجا، یک الهیاتی که دارن و این الهیات، من بارها توضیح دادم که فقط به مذهب رفتن، الهیات
سازنده معماری سیاسی در ذهن بی در جامعه و در اون به شکلی در فرهنگ سیاسی کشور هاست. خب همین الان در انگلیس هم الهیات سیاسی انگلیکان چرچ که ادامه پیدا کرده در قالب سکولاریسم امروز، اینو حالا به کنار، در کنارش هزار سال هم زیدیه تاریخ و تجربه حکومت داری دارن. برای همین بس میشه گفت که اتفاقا اون تازه به دوران رسیده هایی که بلد نبودن سعودی ها هستن که 1937 اگه اشتباه نکنم به قدرت رسیدن، وگرنه زیدیه فهم خیلی عمیق‌تر و تاریخی از حکومت رو به سالها بوده. پس یه نکته اولی و نکته دومی که الهیات سیاسیشون به شدت انقلابی است و ظلم ستیزی که برآمده از آشوراست براشون احتمالاً درسته و کاملا با تأثیر آشورا. ببینید یه نکته که فرمودید بحث چیز هست، اینو من فراموش کردم وسط بحثم. ما در تاریخ عرب رو به دو بخش تقسیم میکنن، عرب عاربه یا عرب اصیل و عرب مستعربه که عرب اصطلاحا غیر اصیل هست. عرب عاربه که عرب اصیل هستن و صاحب تمدن هستن، عرب به عرب یمنی میگن چون صاحب تمدن بودن، شهر داشتن و حکومت داشتن. در مقابل عرب مستعربه که حالا قبیله قریش هم از همین بخش هستن، عربی هستن که اصالتا اهل تمدن نبودن، بادیه نشین بودن، کوچ نشینی بودن. اون آیاتی که در قرآن آمده که لیلا فی القرش ایلا فی ملت الشتاء و صیف زمستان و تابستان باید جا تغییر میدادن. و الان خب قرش که در واقع اون بخش سادات و بنی هاشمشون که الان یه شاخه خیلی جدیشون توی یمن هست، یمن حدود 3 میلیون نفر 10% جمعیتش سادات بن الحسن از فرزندان امام حسن مصطفی هستن، در نسب امام حسن مصطفی میرسن. ولی خب در واقع کسی که نه تاریخ داره نه هیچی نداره نه سابقه تمدنی داره، الان بن سلمان هست، الان عربستان و امارات هستن که یکیشون با ساختن برج در دبی به دنبال این هست که برای خود شخصیت و هویت ایجاد کنه، اون یکی هم دنبال این هست که مثلا در العلا بره با چند تا نمیدونم باقی مانده از حکومت‌هایی که دست نشانده روم بودن برای خودش سابقه تاریخی دست بده. نه توی بیابون میخواد یه شهری درست کنه به اسم نئوم فکر کنم، درسته؟ حالا نئوم لاین تروجینا خیلی از این کاپ ها زیاد دیدن. آره برای همین آره دقیقاً ساختن امارات هم که گفته که ما در سال 2017 اولین پایگاه فضایی انسانی در مریخ رو برپا خواهیم کرد. خب برای همینی که امارات مثل همون مثل همون مریخ نوردی که فرستادن، دقیقاً امارات و عربستان دست به دست همدیگه دادن و مقابل کسانی ایستادن که چنین ساحت تمدنی دارن و هزار خورده چند هزار ساله که تمدن دارن و این جالبه. حالا من این چیزی خودم واقعا نکته‌ای که میشنویم ولی واقعا یادآوریش مهمه و همین الان که گشتم دیدم این تصویر رو من حالا برای مخاطبان بذارم شاید براشون جذاب باشه دیدنش. این تصویر چون خب تظاهرات های یمن رو دیدین دیگه، خیلی اجتماع دارن یمنی ها، درسته؟ ببینید به خاطر اینکه خیلی نهاد و رکن قبیله در یمن بسیار مهم هست، ما چون نداریم نمیتوانیم این رو زیاد و راحت تصور کنیم. ما یک جامعه مدرن هستیم، اصطلاحا جامعه شهرنشین هستیم، طبقه متوسط داریم و غیره. یمن کشور قبیله هست، کشوری هست که هنوز قبیله اصلی ترین رکن اجتماع هست توش و در قبیله هم به رخ کشیدن جمعیت اصلی ترین رکن وجودی هست. ولی این یعنی این که ابزارشون برای حضور و برای اعلام حمایت جمعیت هست، به خیابون کشیدن جمعیت هست، وگرنه این به این معنی نیست که در واقع طرفدار فلسطین نیستن، طرفدار فلسطین و مقاومت هستن ولی اینجوری خودشون رو نشون میدن. حالا من اینو گفتم چون میخواستم این از مخاطب بپرسم که آیا میدونی که این تصویری که من دارم نشون میدم چیست و شما احتمالا خب میدونی ولی من خودم هم حدس نمیزدم. اینا تصاویر برگزاری عاشورا در صنعا است، یعنی در واقع بله. ببینید عاشورا، عید قدیر، اینا مناسبت‌های بسیار شیعی هست که اینا جشن میگیرن، ولی خب مهمترین مناسبت ملی و مذهبی که اینها براشون خیلی مهم هست و جشن میگیرن و مهمترین جشن سالشون هست، تقریبا یک ماه قبلش میرن به پیشوازش جشن
میلاد پیامبر اکرم هست که خیلی هوشمندانه این مناسبت انتخاب شده، چون نقطه تلاقی بین شیعه و اهل سنت هست. شیعه، اهل سنت، سلفی تقریبا همه یمن در این ایام جشن میگیرن، همه کشور رو سبز میکنن، چراغانی سبز میکنن، همه کار میکنن که ارادتشون رو به حضرت رسول نشون بدن. از این نظر گفتم میگم تصور این که بالاخره یه کشوری هست که عاشورا مثلا میلیونی آدم ها به خیابون میان نشون میده که چه نزدیکی بوده. حالا پس ما با زیدی ها رو در یمن داریم، تاریخشون پیچیده است، شما با اعتزالیات گره میخورن، یمن دو قسمتی میشه، اینا رو کاری نداریم. ما میرسیم به 1990 و بعدش این سال 70 شمسی جنگ ایران هم تموم شده و ما در این برنامه ها در یک برنامه هم شنیدیم که یمنی ها پاشون در واقع به ایران باز میشه و سفر میکنن به ایران و مثلا در دوره آیه هاشمی رفسنجانی، مرحوم هاشمی رفسنجانی هم اتفاق افتاد که خیلیشون میرن در دانشگاه خوب ایران درس میخونن. از این نظر مهم این حرفا که همه میدونن چگونه این تکه به امروز وصل میشه، یعنی دفاعشون از فلسطین، اینکه میتونن موشک بسازن، تکنولوژی بگیرن از ایران و غیره و غیره. ارتباط بعد از انقلاب رو شما یکی بحث سید بدر در واقع بدرالدین رو مطرح کردین که حوثی ها به ایران در واقع میان، درسته؟ یه فرق زیدیه و حوثی ها رو مگر توضیح بدید و اینکه نقش در واقع رابطهشون با ایران چی بودش. و این نکته خیلی جالبه هم شما گفتین، پس نگاهشون به آیت الله خمینی این بود که فقیهی که به قول معروف خنجر به دست گرفته و قیام کرده بعدش حمایت کرد، کاری نداریم که تو ایرانه، رقیب ما نیستش، درسته؟ یعنی مثل سعودی‌ها نبودن که بگن که اگه ایران قیام کنه این رقابت میخواد بخونه با ما، جایگاه ما رو به عنوان دولت اول بگیری، یا مثل ترک‌ها، مثلا اخوان یا مصر نبودن، این حس رقابت رو هم با ایران نداشتن، به همین از انقلاب اسلامی در ایران حمایت میکردن. خب این کاملا درسته. از طرفی مسئله بحث حمایت از مستضعفین هم برای اونها هست و نکته بعدی بحث فلسطین هست. حالا چون شما الان گفتید از سمت انقلاب شروع کنیم، من می‌خوام یه ذره برگردیم قبل‌تر. از ابتدای ماجرای فلسطین یمنی ها جز گروه های اولی بودن که رفتن و کنار فلسطینی ها وایسادن، جنگیدن. در 1948 نیروهای یمنی گردان میفرستن توی جنگ ارتش های عربی، در بقیه جنگ ها هم یمنی ها خیلی جدی سعی میکنن وارد بشن. ولی در بحث انقلاب اسلامی، بعد از انقلاب اسلامی روابط ایران با یمن، خب چون دوره صالح بوده، فراز و نشیب جدی داشته. تا قبل از 1990 یه نکته خیلی جالبی که هست، بعد از اینکه پالایشگاه آبادان توسط صدام زده میشه، ما میریم و یه توافقنامه با دولت یمن جنوبی امضا میکنیم و نفتمون رو میفرستیم به پالایشگاه عدن، اونجا تصفیه میشه و بعد فراورده برمیگردونیم به ایران و اونا در این مسئله در این زمینه به ما کمک میکنن. بعد از جنگ که خب 1990 هست و ادغام دو یمن، اتحاد دو یمن هست، ما شاهد این هستیم که صالح به سمت ایران می آید و نمی آید. یه دوره ای هست که در فکر کنم 1999 یا 98 هست که صالح به ایران میاد، با رهبری دیدار میکنه. بعد از اون آقای خاتمی که رئیس جمهور است، یک دو سال بعدش به یمن به صنعا سفر میکنه. ولی خب با اوج گرفتن جنبش انصار الله که شعار اصلشون مکبر آمریکا و مکبر اسرائیل هست و فشاری که عربستان به حکومت یمن میاره، و چون شعار مکبر آمریکا و مکبر اسرائیل شعاری هست که از انقلاب ایران اونها اینجوری نمایش میدن و اینجوری توصیف میکنن که آقا این شعار برگرفته از انقلاب ایران هست، خب روابط با ایران کمتر و کمتر میشه. و همزمان شش جنگ بین ارتش صالح با حوثی ها و یا انصار الله درگیر میشه و همون جنگ اول در سال 2004 سید حسین بنیانگذار جنبش انصار الله به شهادت میرسه و پس از اون هم جنگ های بعدی و بعدی. ولی نکته جالب این هست که در هر جنگ مردم و منطقه بیشتری درگیر میشن با دولت و به حمایت از انصار الله وارد میشن، تا جایی که در فکر کنم جنگ پنجم یا ششم هست که سعودی ها دیگه خیلی شیطنت میکنن بر علیه انصار الله. انصار الله، نیروهای انصار الله داخل خاک عربستان نفوذ میکنن، کنترل برخی مناطق رو به دست میگیرن و در پاسخ به شیطنت ها و ورود نظامی عربستان به حمایت از دولت یمن، دولت صنعا و صالح، که خود جالب هست که مثلا همون دوره میرن منطقه جبل دخان اونجا رو فتح میکنن، ولی خب عربستان به بمباران طبق معمول شروع میکنه به بمباران کردن و در نهایت هم حالا فراز و نشیب خیلی مفصلی داره
جنگ های ششگانه و در نهایت با وساطت های بین و بعض وقتا منطقهی بین و مللی یا حتی قبایلی بین در داخل خود یمن هر دفعه آتش بس میشه و بعد مجددا مشترک شهر کردم. نکته مهم این است که در هر جنگ منطقه بیشتری و مردم بیشتری به کمک انصار الله میان و در واقع در جنگ ششم انصار الله به دروازه های صنعا میرسه که این سال 2010 هست و بعد از اون سال 2011 و انقلاب بهار عربی و سرنگونی صالح. حالا همینجا نکته مهمی میشه که باز برای فهم انصار الله مهمه تو ایران. انصار الله آی شبیه مثلا داعش بود، آی شبیه مثلا جبهه نصره بود، آی شبیه القاعده بوده، شبیه این گروه های مثلا جهادی بود که از طریق جهاد کردن و غیره معروف شده، این که نه جنبش اجتماعی بود که از بدنه مثلا اجتماع این با کار سیاسی هم مثلا هم بالا می اومد، دنبال پارلمانتاریسم و دنبال رأی‌گیری در انتخابات ها و حضور سیاسی و احزاب و غیره بودش. یه فهمی بدین از چیز، چون شما گفتین خیلی قبیله‌ای و غیره، از این که ما انصار الله مثلا بعد شبیه چی بدونیم؟ شبیه طالبان بدونیم؟ شبیه القاعده بدونیم؟ شبیه چی بدونیم؟ ببینید در 1990 که یمن شمالی و جنوبی با هم الحاق میشن، یکی از اتفاقای مهمی که میفته اینه که اجازه فعالیت احزاب و فعالیت سیاسی احزاب توسط حکومت مرکزی داده میشه. در همون جاست که حزب الحق تأسیس میشه. حزب الحق توسط علمای ارشد زیدیه از جمله سید بدرالدین، سید مجدالدین المعیدی، حمود معید و غیره تأسیس میشه برای فعالیت سیاسی و پارلمانی. و حتی خود شهید سید حسین الحوثی یک دوره به عنوان نماینده مجلس از حزب الحق وارد پارلمان میشه، نماینده مجلس میشه در دهه 90. یعنی کلن مدل اصلا چیز عرض کردم، مدل زیدیه و مدل یمنی ها خیلی متفاوت هست با مدلی که حالا ما مثلا از داعشی ها یا مثلا حتی بتون به این طالبان بدیم. خب بعد از اون میان و مدل فعالیت هایی که انجام میدن عمدتا فعالیت های اجتماعی هست، یعنی اصطلاحاً دوره های تابستانی برگزار میکنن، مدارس تأسیس میکنن، دوره های علمی برگزار میکنن و مفصل کارهایی انجام میدن و همین توسعه نفوذ اجتماعیشون هست که باعث میشه عربستان احساس خطر بکنه و فشار بیاره به دولت صنعا برای سرکوبشون، چون سه استان جنوبی عربستان یعنی نجران، جازان و جیزان اینها به صورت تاریخی متعلق به یمن بوده و بافت زیدی هم دارن، همین الان بسیار نزدیک هستن به لحاظ اجتماعی و انصار الله. و خب عربستان است این مسئله خیلی حراس داره که ممکنه یک جنبش اجتماعی به داخل مرزهای خودش هم نفوذ پیدا کنه.